گلستان، گلستان، نگارستان ایران. بندر گز کوچکترین شهرستان استان گلستان با ساحل‌های نقره‌ایش در منتها علیه غرب استان و در فاصله 42 کیلومتری شهر گرگان واقع شده است. این شهر از شمال به خلیج گرگان و شبه جزیره میانکاله در دریای خزر، از شرق به کردکوی، از غرب به گلوگاه و بهشهر و از جنوب به نواحی جنگلی کوههای جهانمورای رشته کوه البرز محدود شده است. سواحل و کرانه های دریای خزر در پیوند با جلگه سرسبز و کوههای بلند سر به فلک کشیده البرز از دیدنی ترین و جالب ترین مناظر شهر گل و بلبل در بندر گز به شمار می رود. وجود خلیج گرگان، شبه جزیره میانکاله و اسکله توریستی در شمال این شهرستان به عنوان یکی از مهمترین ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره و پناهگاه حیات وحش و همچنین وجود جنگل‌های انبوه درختان پهن‌برگ در بخش جنوبی آن، شهرستان بندر گز را از قطب‌های مهم گردشگری در غرب استان تبدیل نموده است. بندر گز به طور قطع بیش از 500 سال قدمت دارد، زیرا بر اساس نوشته های عارف دهیم، شاه اسماعیل صفوی در زمان لشکرکشی به قصد تصرف سواحل شرقی دریای خزر در هنگام برگشت زمان کوتاهی را در روستای کناره که بندر گز امروزی است اتراق نمود. در حدود سالهای 1200 شمسی مردم انزان در منطقه گز امروزی که از گذشته‌های دور برای ماهیگیری پس از طی 4 کیلومتر راه به ساحل این دریا می آمدند، برای همیشه در این منطقه ساکن شدند تا هسته اولیه شهر بندر گز را بنیان بگذارند. حدود سال 1210 هجری شمسی با احداث تأسیسات اولیه بندری و کشتیرانی این شهر از رونق زیادی برخوردار شد و به صورت بندری فعال درآمد. در زمان ناصرالدین شاه روس‌ها برای تسهیل در امر تجارت در 1 کیلومتری ساحل بندر گز انبار و فانوس دریایی بلندی بنا نمودند که پس از تخلیه کالاهای روسی از کشتی‌های بزرگ در حاشیه آن انبار می‌شد و سپس توسط لوتکا که نام قایق در زبان روسی می‌باشد آنها را به ساحل می‌آوردند. درباره وجه تسمیه این شهر عقیده بر این است، از هنگامی که جماعتی از شهر درگز در خراسان به این ناحیه مهاجرت نمودند، این شهرستان به نام گز معروف شده است. زبان مردم شهرستان بندر گز زبان تبری مازندرانی است، اما ارتباط تجاری قدیمی این شهر با کشور روسیه باعث شد که گاهی آثار آن در زبان بومی منطقه نیز دیده شود.
با عقب نشینی آب دریا در ساحل بندر یزد، دوران رونق تجاری و اقتصادی بندر یزد به مرور روند افول را در پیش گرفت و از آن مقطع جمعیت غالب مردم به کشاورزی روی آوردند. عمده صنایع دستی مردمان بندر یزد شامل گلیم بافی، نمد بافی و سوزن دوزی است. در غرب خیابان 20 متری کمربندی شهر بندر یزد، محوطه تاریخی متعلق به دوران پیش از تاریخ تا دوره تاریخی به نام تپه خاکی واقع شده است که در طی جستجوهای باستانشناسی در این مکان قطعات سفال شکسته از نوع چشم علی و قرمز رنگ با نقوش هندسی سیاه و سفالهای قرمز و خاکستری رنگ متعلق به عصر آهن کشف شده است. همه این کشفیات گویای این مطلب است که بندر یزد در 7000 سال پیش آباد و مسکون بوده است. این تپه تاریخی به شماره 3644 در تاریخ 25 اسفند ماه 1379 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. شهرستان بندر یزد به علت پایین بودن از سطح دریا فاقد هر گونه بلندی بوده و کاملا هموار و جلگه است. مهمترین منابع آبی جذب جهانگرد در استان گلستان دریای خزر و سواحل زیبای آن با چشم‌اندازها و مناظر بسیار بدی، دلنشین و دیدنی در این شهرستان واقع شده است. ساحل زیبا و آرام بندر یزد در حاشیه دریای خزر و در فاصله 3 کیلومتری شمال جاده آسیایی تهران مشهد واقع شده و امکانات تفریحی، اقامتی و رفاهی مناسبی برای استراحت و استفاده بازدید کنندگان دارد. مجموعه اسکله بندر یزد به مساحت 94 هکتار در سال 1373 توسط سازمان بنادر و کشتیرانی به منظور ایجاد پایانه‌های مسافری، تجاری و بندری افتتاح شد. متاسفانه به دلیل پایین بودن آبخور و عدم توجیه اقتصادی و نداشتن اعتبار، بهره برداری از این مجموعه مسکوت ماند. در سال 1381 این مجموعه به استانداری گلستان واگذار شد تا از طریق شهرداری و فرمانداری به عنوان طرح سالمسازی دریا از آن بهره برداری شود. این مجتمع ساحلی موقعیت قابل توجهی از نظر جذب گردشگران داخلی و خارجی دارد. گلستان نگارستان ایران. در خیابان امام جعفر صادق علیه السلام بندر یزد، ساختمان فانوس دریایی بندر یزد که مربوط به اواخر دوره قاجار است واقع شده است. این مجتمع ساحلی موقعیت قابل توجهی از نظر جذب گردشگران داخلی و خارجی دارد. قدمت این اثر نشان از پویایی شهر در آن زمان داشته است و در واقع راهنمای کشتی‌هایی بوده که برای صادرات و واردات به خلیج گرگان می‌آمدند و در سواحل بندر یزد لنگر می‌انداختند. این اثر در تاریخ 11 مرداد ماه سال 1384 با شماره ثبت 12565 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. بندر یزد سابقه کمی در رویداد شهرنشینی ندارد،
به همین علت مراکز اداری، آموزشی و اقتصادی مهمی از گذشته‌های دور در بندر یزد مانند اولین مدرسه ابتدایی، اولین دبیرستان، اولین کارخانه پنبه پاک‌کنی، کارخانه برق حرارتی و ساختمان گمرک در این شهر احداث شد. شهرستان بندر یزد در دو سوی شمال و جنوب خود دارای جذابیت‌های گردشگری فراوانی است. در ضلع شمالی این شهرستان خلیج گرگان و شبه جزیره میانکاله واقع شده است. این محدوده علاوه بر اینکه پناهگاه حیات وحش میانکاله است، یکی از ذخیره‌گاه‌های مهم زیست کره زمین به شمار می‌آید و همچنین این محدوده محل مناسبی برای فعالیت‌های تحقیقاتی در زمینه پرندگان و آبزیان است. در ضلع جنوبی بندر یزد و در میان جنگل‌های پهنبرگ، گردشگاه‌هایی مانند ذخیره‌گاه شمشاد جنگلی، جنگل باقو و چشمه قلقلی در عمق جنگل وطنا وجود دارد که از جذابیت‌های فراوانی برخوردار است. نوکنده یکی از شهرهای این شهرستان است و مرز استان گلستان با استان مازندران را تشکیل می‌دهد. امامزاده حبیب الله نوکنده در 8 کیلومتری غرب بندر یزد در مجاورت راه آهن سراسری واقع شده است و همگان متفق القولند که وی از فرزندان امام موسی بن جعفر علیه السلام است. سندهای تاریخی نشان می‌دهد که قدمت این مقبره به 800 سال پیش میرسد.